ما یه دو ورق کتاب اشمعنو شما رو خوندیم. اومد اینجا گفتم شما محترمی با درد می نویسی، حیفی. شب روز فشار آوردیم به بالا که حواس داشته باشیم. اونام گفتم با مسئولیت خودت. به شما گفتم هر جا دوست داری برو راحت باش. شما نگذاشتی نبرداشتی، صاف بغل رودخونه لب مرز. قبول، شما فرار نمی کنی، مرز رو رد نمی کنی، درست. اما آقا اینا چیه؟ هی فرت و فرت می نویسی. خدا شاهده نه یه بار نه ده بار صد بار نامه زدن، زنگ زدن، توی فشاری دستوره باید برگردین اینجا تو ده بغل بقیه. ما ماموریم و معذور. آقا کارن من بد کردم، به اختیار خودت گذاشتم اتاخه. سیبیل نامه رو نوشتی؟ نوشتی نامه رو؟ با تو هم با تو هم میگم نامه رو نوشتی؟ شکل بلا چه گلو گلو میده شنگ.
چی؟ تو هم نوشته من دوست نداری. همچون پارهای تنم سر به نیست شده و با اونها میپیوندم.
یه دقیقه بایستا دارم حرف میزنم. امروز نیان فردا میان بازرسی، تو راهن دارم میان بازجویی ازت. هی گفتم برگرد تو ده، راحت شدی هم خودتو بدبخت کردی هم ما رو. هی حرف نشدیدی الان شاد و شنگوری؟ اینجا هر دو نفر 10 نفر خبرچینن استاد. آقا ما رو سیاه روز نکن آقا. اینجا چه غلطی میکنی؟ تو خونه من چه میکنی؟ تو خاک من؟ نه اومده بود تو خاک کشورم، تو مرز رد کرد بود، بعد منم آوردمش. به تو چه؟ خودش بر میگشت بوزه دیگه. یه برو بیرون، برگرد تو اون خاک کثیف خودتون، دستبوسی اون اربابای... ارباب کیه؟ من اصلا با اونا کنم، من... فالی دروغگو، بوزو بهونه تجاوز به میهن من نکن. گندوی بیمرز. برو من برم باشه. بیرون گام شو، برو بیرون. عشق ننویسوی که تو خودت واویلایی. به انبال شخصی من دستمرد زدی؟ آهای من چی تو میزه منو گشتی؟ خواهنی بی صفت. میخوان اعدامت کنن، میخوان بکشنت. سرباز هموطنت میگفت نامه اعدامت هم اومده. الدنگ بی مصرف کم چرت بگو، بده من اون پاکتو. من قضا میسوزه خواهد دارم. سیاس بزدور دوزده بی شرفی مثل تو لایق مشت و لقده. با بیه من اشتباه بزنیم. چیز میزه که برداشتم پس میدم. نزن تو نویسنده خوبی هستی این سربازه، چند تا کتابتو داده من خوندم. بهت نگفته اصلا تمایل ندارم با کسی حرف بزنم؟ اینا میخوان اعدامت کنم. اگه تو هم راست بگی هم مرگ نترسی، خواهد اقل به این آخرام روی ذره مفید باش. عکس ها اومده رو که منو بردار بیار اینجا کم بر بزن. ببین میدونی من واسه چی اینجا، واسه خاطر همون دختره که بهت گفتم.
الان من اینجا اسیر مرز و مرزبانی هم، اون اونجا از خودش خواستگار دلم چه خواستگاری. قصه کلیشه یا ملالتبار شهوت. قصه عشقه. میخوای یه جوری بنویسی حال کنه با هم، دوستم داشته باشه، عاشقم بشه. تو با این همه کتاب میتونی. قلم من ندای انسانیت و وجدان رو تحریر میکنه، نه جنون شهوت. اون مدارک خصوصیه. مرگ خانوادت اصلا خصوصی نیست. همه جا نوشتن، تو روزنامه هم بوده. تو داری علیکی خودتو میگم. اگه تو راست بگی یا قرار باشه من بمیرم، وقتی ندارم با توی هرزه تلف کنم. منم گفتم یا باید بیا این برای مرز، یا اگه اینا رو میخوای باید نامه رو بنویس. میزنم. به خدا میزنم. بزن. چند وقته هی دارم التماست میکنم، میگم بنویس بنویس بنویس. ببین من چند سال اون دختران میخوام؟ از 10 سالگیم. تو آدمی؟ تو نویسنده ای؟ از تو نظامی تر و دیکتاتور تر خودتی. بذار بیا ندامت کنم به درک یا تا اشغالت هم برد. وقتی زن را در دهی آتش می زدن، بقیه مردم از سوختن اون جشن گرفته بودن و همه جا بوی کباب می دن. کباب انسان، انسانی که فقط عشق را خوانده بود بیان که بداند مفهومش چیست. بوی عشق شبیه بوی گوشت انسان جزغاله شده است. حفظ کردن نوشته های من به چه دردت می خوره؟ نه آفرین، قشنگ می نویسی. بیا بیا ماهی بزن، بیا بیا یه چیزی با هم میزنیم. من اینجا وسط آواز میخونم، تو هم واسم اون نامه رو مینویسی. ببین دوست دارم یه جوری بنویسی خند تو دلش آب شه، منم وسط میرقصم ریتمیک چی شاید هر چی. ببین آکو چجوری میرقصم. روی مجنون به تمام عیار نمیشن هستی که دارم واسه نوشته های ادامت میکنه. تو نوشته های منو میشناسی نه خود من ها. تو جنون عشق رو میشناسی نه خود عشق. شعله عشق رو میشناسی نه ذات آتیش. عشق فوران آتیش روحه، سوزان تا جایی که حتی ممکنه معشوقتو جزغاله کنه. فقط عاشقا دل سوخته میشن؟ تو عشق کشورتی. برام بهت میگن بیا این ور، میخوان اعدامت کنن فردا پس فردا میزن دا. اگه قرار باشه بمیرم بهتره همینجا دفشم پیش زن و دخترم، نه تو غربت، اونم تو مملکت تو. دارم بهت میگم بیا این ورت، سیم خاردارا زنده میمونی. با تو هم دارم حرف میزنم، دارم حرف میزنم یابو.
چیکار داری میکنی؟ اومده بودم ببرنت مثل ادام بس برای کمک به اونا پلاستیک بیچم کردی آره؟ چی میگی؟ همین الان رفتن بس لابود تو رو تو خونه من دیدن در رفتن الان تو خونه منی من اون سربازه هموطنت قبل اینکه اونا برسن سیم خاردارا رو جا به جا کرد دستشون بهت نمیرسی اونا سربازه شما نمیتونم بیان تو مملکت من مملکت شما چرا شرط و پرت میگی من که تو خونه خودمم کار کردی دیوانه نکن این کار ولش کن بهونه نجات من خاک کشور من اشغال کردی اشغال چیه شب دوباره برش میگردونیم سر جاش تازه با این کاری که کردم سراغ منم میان فکر کنم این دفعه بعد چند قدم از خاک خودم بدم به تو من اگه اومدم اون طرف کمک میکنی سیم خاردارا رو میکشیم چند قدم اون طرف چی میگی؟ چی کار کردی؟ چرا انقدر خالی خال به همشو خیال میکنم من ترسیدم خیال اون از جون و نوشتهات و کتابات مهمتره ها؟ تو نباید ادام بشه ببینیم لباب دستتو بشه بذار برم یه پارچه بیارم دستتو ببند یه کاغذ قلمم بیار بر چی میخوای؟ گفتی اسم دختری چی بود؟ میخواب بنویسی؟